بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا شروع میکنیم امسال رو. من آرمین کمالی هستم، مدرس و مؤلف فیزیک، در خدمتتون هستیم که امسال انشالله بتونیم فیزیک دهم رشته ریاضی و تجربی رو در خدمتتون باشیم. در ابتدا عذرخواهی میکنم، یه کوچولو اشکال به وجود اومده و من صدا نداشتم متاسفانه، حالا الان درست شده و تا ادامه انشالله دیگه هیچ مشکلی به وجود نمیاد. عرضم به حضورتون که ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، خیلی دوست دارم که امسال در کنارتون باشم. تمام کسانی که دارین منو میبینین، قول بهتون میدم که فیزیک دهم رو با همدیگه میتونیم به یه جاهای خیلی خوبی برسونیم که توی کنکورتون هم مفید باشه. یعنی ما فقط نگاه امسالی نداریم، نگاهی داریم به سالی که قرار شما کنکور بدین، یعنی سال بعد که میرین 11 و سال بعدش که 12 و بعدش هم کنکوره. من در کنار تمام همکارانم در مجموعه گاج، تمام کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که به بهترین نحو به شما آموزش و تدریس رو در اختیارتون قرار بدیم. تمام کسانی که در اقصی نقاط کشور هستن میتونن خیلی راحت ما رو مشاهده بکنن. خیلی خوشحال میشیم که در خدمتتون هستیم و شروع میکنم به آموزش فیزیک دهم. در ابتدا من میخوام یه آماری بهتون بدم، بگم که در سالهای گذشته چه تعداد تستی از کدوم مباحث اومده و یه گرای کلی داشته باشین نسبت به کل مطالبی که قراره توی فیزیک دهم ما بررسی بکنیم. البته این جدولی که من اینجا آوردم برای بچهای تجربیه، برای بچهای ریاضی هم در جلسه آینده بررسی خواهم کرد. توی فصل اولمون ما فیزیک و اندازه‌گیری رو می‌خونیم. یه سری مباحث بچه‌ها دقت بکنید، مخصوصا توی این فصل اولی که قراره بخونیم، یه سری مباحث کاملا جدید به کتاب درسی اضافه شده. حالا من در ادامه توضیح میدم. توی قسمت اول اون فیزیک دانش بنیادی یه مبحث خیلی تعریفیه که اصلا نیازی به فرمول و محاسبات و اینا نداره. قسمت مدل سازی در فیزیک کاملا جدیده، یعنی ما قبلا هم ازش استفاده میکردیم، منتها الان دیگه کاملا اومدن توضیح دادن، به شکل درس در آوردنشون که خیلی راحت تر بشه. اندازه‌گیری و کمیت‌های فیزیکی رو تا حدودی باهاش سال‌های گذشته آشنا شدیم، مخصوصا نهم که می‌خوندیم کمیت‌های برداری، کمیت‌های نرده‌ای و از این قشر از سوالات. اندازه‌گیری و دستگاه‌های بین‌المللی یکاها. عرضم به حضورتون اینم راجع به دستگاه‌های بین‌المللی یکاها SI هستش و اندازه‌گیری اونها هستش که خیلی راحت و یعنی خیلی فصل اولتون، اگه من به صورت کلی بخوام بگم، خیلی فصل آسون و شسته رفته، یعنی هم نمره گرفتن در امتحانات ترم و هم توی کنکورتون به راحتی میتونین به سوالاتش جواب بدین. اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری. بچه‌ها این مبحث خیلی سبک شده از نظر دفتر تألیف. ما موقعی که از نظام قدیم به نظام جدید اومدیم، یه سری موضوعات جدیدی به کتاب درسی اضافه شده بود، از جمله عدد گزارش شده، دقت و خطا. حالا دقت رو قبلا داشتیم ولی خطا جدید بود و عدد گزارش شدن جدید بود که یه مقدار مبحث چالشی بود و برای بعضی از دانش آموزان سخت بود. دفتر تألیف این مباحث رو از کتاب درسی حذف کرد و یه لطف خیلی بزرگی میتونم بگم به شما دانش آموزان کرد که مبحث براتون سبکتر بشه. و چگالی. چگالی که شما توی سال هفتم یه دوره ای کرده بودین، چگالی ها رو خونده بودین، ما امسال میایم یه مقدار چگالی رو فراتر میبریم. یعنی چگالی اجسام حفره‌دار رو میخونیم، چگالی اجسام بیشکل، یعنی جوری که حجمشون رو نمیشه به دست آورد میخونیم و خیلی باهاش بازی میکنیم. در سال گذشته توی نوبت اول چیزی که از طرف دفتر تألیف اعلام شده بود، 7.5 نمره از فصل یکتون قراره بیاد که امسال هم احتمالاً همونه، یعنی اعدادی که من نوشتم اعدادیه که امسال هم قطعاً رعایت خواهد شد و توی نوبت دوم 2.25 نمره رو این فصل به خودش تعلق میده. تعداد تستی که اومده بود تعداد تست کمیه بچه ها. این تعداد تستی که من نوشتم مال 5 سال اخیره. 5 سال اخیر شامل چیا میشه؟ داخل و خارج
رشته ریاضی و تجربی. یعنی 5 سال رو من براتون بررسی کردم، به تعداد تست 8 رسیدم، یعنی 8 دونه تست میومد. حالا شاید برای سوال پیش بیاد که آقا این مبحثه خیلی مبحث کم اهمیتیه که 8 اومده. نه، اصلا اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از موضوعاتی که خدمتتون گفتم جدید وارد کتاب درسی شده. ما نظام جدید رو 2 ساله که داریم کنکور در نظر میگیریمش. خب پس این مباحث چون جدید هستن در نظام قدیم نیومدن، به خاطر همین تعداد تستاش کمه. پس اینجوری نیست که آقا این فصله فصل کم اهمیتی باشه. توی فصل دوممون قراره که ما ویژگی های فیزیکی مواد رو بخونیم. ویژگی های فیزیکی مواد اصلا یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا تمام یک ماده ای داریم، مثلا گاز، آب، میخوایم ببینیم ویژگی هایی که دارن چیه، چه اتفاقاتی قراره که در خلال این ماده برامون به وجود بیاد. ما حالت های ماده رو میخونیم، نیروهای بین مولکولی رو میخونیم، دگرچسبی، همچسبی شاید به گوشت آشنا باشه، فشار در شاره ها رو میخونیم. شناوری یک مبحث کاملا جدیده که وارد کتاب درسی شده و تقریبا میتونم بگم مبحث خیلی مهم و چالش برانگیزی هستش. شاره در حرکت و اصل برنولی هم به کتاب درسی جدید اضافه شده. در نظام جدید این دو مبحث اضافه شدن و مباحث پرتستی هم هستن. توی 2 سال اخیر کنکور سراسری 99 سوال عین کتاب درسی رو برای شناوری آورده بود توی رشته ریاضی. یا مثلا توی رشته تجربی سوال راجع به اصل برنولی آورده بود. خب پس این مباحث مهمی هستند که کنکور و طراحان کنکور بهش قطعا خواهند پرداخت، چون جای تست دادن خیلی زیاد داره بچه ها. خیلی جای تست دادن داره چون تازه اضافه شده. بعد تست تکراری هر چقدر که بخوای تلاش بکنی تست تکراری بدی نمیتونی اصلا، چون تمام مبحث جدیده. باز هم سال گذشته 10 نمره بچه ها، گفتم خدمتتون اینایی که دارم میگم مال رشته تجربه، رشته ریاضی برای جلسه بعد همه این جدول ها عوض خواهد شد. نوبت اول 10 نمره قراره که از این فصل شما بیاد و در نوبت دومتون 4 نمره. تعداد تستی که در 5 سال اخیر اومده 15 عدد هستش. توجه کن، ببین 2 تا مبحثشو گفتم اضافه شده، این 15 عدد بیشترش تو این 2 تا مبحث بوده. گرفتی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این 3 تا مبحث قدیمی که از نظام قدیم وارد جدید شده، یعنی در نظام قدیم هم بوده. توی فصل سرمون کار، انرژی و توان. توی فصل سرمون کار، انرژی و توان رو خواهیم خوند. به نسبت فصل سبکتری از فصل دومون، به نسبت فصل سبکتریه. کلن 3-4 تا دونه فرمول داره، اونا رو یاد بگیری تمام تستاشو میتونی بزنی، تمام تمریناش هم میتونی حل کنی. بهت میگم چه جوری، خیالت راحت باشه. تمام مبحثش هم تقریبا بله از نظام قدیم اومده. انرژی جنبشی، کار انجام شده توسط نیروی ثابت، کار و انرژی جنبشی، کار و انرژی پتانسیل، پایستگی انرژی مکانیکی، کار و انرژی درونی و توان. روی صحبتم با بچه های ضعیفه، احتمالاً تمام این مباحث رو توی سالهای گذشته خوندن. خب اما بچه های دیگه نگران هیچ موضوعی نباشن، انقدر ما قراره تست اینجا حل بکنیم، انقدر قراره تمرین حل بکنیم که خیالتون راحت باشه، یعنی هیچ مشکلی به وجود نمیاد. من بهتون قول میدم امسال اگه با هم پیش بریم ما میتونیم یه چیزی حدود 800 تا تست با هم بزنیم. 800 تا تست قراره توی دهم بزنیم. خب من بهتون قول میدم که شما توی فیزیک دهم دیگه هیچ مشکلی نخواهید داشت.
این فصل یا این مبحث از دو تا موضوعش توی نوبت اول سوال میاد که 2.5 نمرم به خودش اختصاص داده که شامل انرژی جنبشی و کار انجام شده توسط نیروی ثابت. و توی ترم دوم یا توی نوبت دوم 4 نمره ازش قرار سوال بیاد از کل موضوعات. از کل موضوعات قراره که 4 نمره سوال بیاد. و تعداد تستی که ما بررسی کردیم، من و تیم و همکاران عزیزم، 13 تا تست مربوط به این فصل خواهد بود در 5 سال اخیر، که پیشبینی میشه این تعداد تست خواهد موند. یعنی من میتونم بگم همین امسالی که قرار کنکور برگزار بشه، یعنی میشه کنکور 1400، به طور میانگین 2 تست رو توی هر کنکور داریم، حالا داخل ریاضی، داخل تجربی. حالا احتمال میدم ریاضی 2 تا باشه، تجربی 1 دونه باشه. و در نهایت فصل آخرمون که دما و گرما خیلی توجه همون داره جلب میکنه، این 36 تا. یعنی قبل از این که من بخوام فصلا رو، موضوعات هم رو توضیح بدم، باید ببینم که این باری که داره اینجا تعداد تست ها 36 عدده، عدد بسیار بالاییه. یعنی برای در نظر گرفتن فیزیک دهم میتونم بگم این مهمترین و پرتست ترین فصل فیزیک خواهد بود، که یه مقدار تستاش چالشی هم هست. بعضن همین امسال توی کنکور 99 یه تست از دما و گرما داده بودن که یه مقدار همکارا یا خود من سرش بحث میکردیم، میگفتیم که آقا اینو این در نظر گرفته یا چی در نظر گرفته، یعنی اختلاف نظر بین همکاران و من وجود داشت. دما و دماسنجی رو قراره بخونیم، انبساط گرمایی رو قراره بخونیم، گرما رو قراره بخونیم، تغییر حالتهای ماده و روشهای انتقال گرما، که توی نوبت اول قرار نیست ازش سوال بیاد چون اصلا نمیرسه استاد گرامی. و توی نوبت دوم 8.5 نمره رو به خودش اختصاص داده، و باز هم تکرار میکنم که 36 عدد تست خیلی میتونه چالش برانگیز باشه براتون. و توی دهم پرتست ترین و تست خیز ترین فصل این فصلمونه. من الان یه توضیحی راجع به کل سال تحصیلی که قرار داشته باشیم دادم خدمتتون. یه کوچولو میخوام وارد تدریس بشیم، یه کوچولو از فیزیک رو بگم بهتون توی فیزیک دهم. امیدوارم که دوست داشته باشیم. ما تبدیل یکاها رو میخوایم با هم یاد بگیریم. یه موضوعیه که عرضم به حضورتون تقریبا برای دانش آموزانی که وارد دهم شدن یه مقدار سخته، کما اینکه قبلتر ازش استفاده کردن، یعنی توی نهم ازش استفاده کردن، توی هشتم یه جورایی ازش استفاده کردن، و حتی توی هفتم هم ازش استفاده کردن. تبدیل یکاها اغلب در حل مسئله های فیزیکی لازم است یکای کمیتی را تغییر دهیم، چون توی سوال ازمون میخواد یا توی پاسخ تست نوشته مثلا بر حسب کیلوگرم یا بر حسب میکروگرم یا هر چیز دیگه ای به دستش بیاریم. ممکن است لازم باشد کیلوگرم را به میکروگرم یا متر بر ثانیه، یا متر بر ثانیه را بر کیلومتر بر ساعت تبدیل کنیم. این کار با روش تبدیل زنجیره‌ای انجام می‌شود. این کار رو ما با روش تبدیل زنجیره‌ای انجام می‌دیم. بچه‌ها راه‌های زیادی برای تبدیل یکا وجود داره. خب یه روشش تبدیل زنجیره‌ایه که احتمالاً دبیره یا استاده می‌خواد که یه سری از سوالا رو از روش تبدیل زنجیره‌ای استفاده کنی یا به کار ببری. ما اینجا تبدیل زنجیره‌ای رو به صورت کامل آموزش می‌دیم. ولی یه نکته ای میخوام بهت بگم که شاید برات جالب باشه. یه راه آسونتری هم داره. خب اون راه آسونه رو الان قراره بهت بگم. گوش بده پس.
نوشته که در این روش اندازه کمیت رو در یک ضریب تبدیل. ضریب تبدیل یعنی چی؟ ضریب تبدیل یعنی نسبتی از یکاها که برابر عدد یک است. نسبتی از یکاها که برابر عدد یک است. یعنی نیا که اینجا رو یک متر به روی 100 سانتی متر همون یکه. حالا برعکسش هم هست، 100 سانتی متر به روی یک متر همون یکه. پس به اینا میگن ضریب تبدیل. خب بنابراین هر دو کسر بالا که برابر یک هستن میتوان به عنوان ضریب تبدیل به کار برد. ببین نوشتم ذکر یکاها در صورت و مخرج کسر الزامی است. میپرسی چرا؟ چون جلوتر من باید خطش بزنم. از آنجا که ضرب کردن هر کمیت در عدد یک اندازه آن کمیت رو تغییر نمیدن. این عدد یک منظورم چیه؟ ببین یک متر به 100 سانتی متر همون یکه، 100 سانتی متر به یک متر هم همون یکه. پس ضرب کردن در یک عدد اون عدده رو عوض نمیکنه. هرگاه ضریب تبدیلی را مناسب بدانیم میتوانیم از آن استفاده کنیم. برای مثال یکای سانتی متر را در 85 سانتی متر به یکای متر تبدیل میکنیم. میخواییم یکای سانتی متر رو به متر تبدیل کنیم. روش تو بگو، روش تبدیل زنجیره ای. آفرین. این هنوز اون روشی که من میخوام بگم نیستا. گفته 85 سانتی متر. 85 سانتی متر رو گفتم اگر من ضرب در یک بکنم تغییری توش ایجاد نکردم. اینجا 85 سانتی متر رو دوباره می‌نویسم. میگم یک متر به روی 100 سانتی متر. یک متر به روی 100 سانتی متر. این همون عدد یک است. خوب دقت کن. این همون عدد یک است که من اومدم نوشتمش. یک متر به روی 100 سانتی متر. چه اتفاقی الان میفته؟ این 100 سانتی متر رو میبینی؟ من خطش زدم. یعنی یکام رو با یکا ساده کردم. چیزی که مون چیه؟ یه دونه 85 از اینجا مون، یه دونه 100 هم از اینجا مون. پس میشه 85 صدومه. حالا یکاش چیه؟ ببین این متر رو خط نزدم. میبینی؟ این متر رو من خط نزدم. کاری باهاش ندارم. با چیزی نمیتونم سادش کنم. پس میشه 85 صدم متر. یه مثال دیگه میزنیم که تقسیمی باشه. کیلومتر بر ساعت. تقسیمی منظورم اینه کیلومتر بر ساعت، متر بر ثانیه. دو تا چیزی که به هم تقسیم بشه. ببینیم اصلا روش تبدیل زنجیره‌ای تو اینجا جواب میده یا نمیده. میخوایم 36 کیلومتر بر ساعت رو بر حسب یکای متر بر ثانیه به صورت زیر انجام دهیم. اینجا اومدم رنگی بهت نشون دادم که بفهمی قشنگ چه اتفاقی داره میفته. آقا ما چی داریم؟ 36 کیلومتر بر ساعت. میگم میخوام ضرب در یکش بکنم، توش که تغییری به وجود نمیاد. میگه بله. پس توی دو تا یک من ضربش میکنم. ببین این 36 کیلومتر بر ساعت رو میارمش، به جای این یک اول مینویسم یک ساعت میشه 3600 ثانیه. برعکسش هم مینوشتم درست بود؟ بله درست بود. چرا برعکسش رو من ننوشتم؟ باشه من برعکسش رو برات مینویسم. چی میخوام بنویسم جای این؟ خطش میزنم بعد پاک میکنم. میخوام بنویسم 3600 ثانیه به روی یک ساعت. خب این به چه دردم میخوره؟ من که ساعتم تو مخرجه، باید با صورت این ساده بشه. پس آقا این به درد نمیخوره. پس باید اونجایی که گفتم یه چیز مناسب بنویس، منظورم اینه که یه چیزی بنویس که با این خط بخوره، اون چیزی که میخوای بمونه. خب پس من اینا رو پاک میکنم چون به دردم نمیخوره. همون می نویسم یک ساعت
به روی 3600 ثانیه. الان که اینو نوشتم ببین خیلی راحت این ساعته با این ساعته ساده میشه. در نهایت من چی میخوام؟ ثانیه میخوام دیگه توی مخرج. اینا هاشش. از کجا اومده؟ از اینجا اومده. ببین؟ حالا اون متره کجا اومده؟ میام دوباره مینویسم. 1000 متر 1 کیلومتر. برعکسش هم میشه؟ بله میشه. به دردم میخوره؟ شما بگو. به دردم قطعا نمیخوره. چرا؟ چون من میخوام این کیلومتره رو خطش بزنم یه متر بمونه برام. اگه بخوام کیلومتر رو خط بزنم باید کیلومتر توی مخرجم باشه نه توی صورتم. پس کیلومتر رو به راحتی اینجا خط میزنم. چی میمونه؟ 1000 متر. چیا داریم؟ دقت کن برات هایلایتش میکنم. یه دونه 36 اینجا داریم، یه دونه 3600 اینجا داریم، یه دونه 1000 هم اینجا. ساده میکنم برات. ببین با یه رنگ دیگه ساده میکنم که قشنگ متوجه شی. من اینو اگه ساده بکنم اینجا یه دونه 100 میمونه، درسته؟ این صدرم دوتا صفرشو با این دوتا صفر بزنم یه دونه 10 مون. اینهاش. از این آسونتر وجود نداره دیگه. از این آسونتر وجود نداره. به روش خیلی ساده با رنگای مختلف دارم بهت نشون میدم که آقا این دهه از کجا اومد. گوش کنی خیلی راحت قراره یاد بگیر. جدول پیشوندهای یکاها. این جدوله رو باید یادش بگیری. خیلی پرکاربرده و تا آخر عمرت هم باهاش کار داری. نه فقط تا کنکور، تا آخر عمرت باهاش کار داری. گوش بده. یکاهای دکا، هکتو، کیلو، مگا، گیگا، ترا. اینا نسبت به مترن. از این ور کوچیکا، دسی، سانتی، میلی، میکرو، نانو، پیکو. دکا، هکتو، کیلو، مگا، گیگا. ترائه خیلی کاربرد نداره برات ولی تو باید یادش بگیری. پس چی شد؟ دکا، هکتو، کیلو، مگا، گیگا، ترا. دکا، هکتو، کیلو، مگا، گیگا، ترا. چه اتفاقی افتاده؟ ببین این 10 به توان 1. 10 به توان 2. 10 به توان 3. اینجا یهو میشه 6. اختلاف دیگه میشه 3 تا 3 تا. پس از این اینا اختلاف 3 تاییه. اینا اختلاف یه دونه ایه یا یه دونه است. یک تا. چون اینو نمیشن 3 تا، اینا نمیشن 1 تا. 10 به توان 1 2 3 6 9 12. دکا، هکتو، کیلو، مگا، گیگا، ترا. نماداش هم که اینجا برات نوشتم. حواست باشه دکا رو با دسی اشتباه نکنی. دکا رو با دسی اشتباه نکنی. دسی چی؟ دسی دقیقا برعکسه. یعنی چی؟ یعنی نیا کن 10 به توان -1 -2 -3 -6 -9 12. دسی، سانتی، میلی، میکرو، نانو، پیکو. نانو که اصلا معروفه. نانوش معروفه. میکرو رو تو سال بعد خیلی باهاش کار داری. تقریبا میتونم بگم تمام سوالات الکتریسیته ساکن 11مت قراره با میکرو حل بشه. 10 به توان -6. دسی، سانتی، میلی، میکرو، نانو، پیکو که نمادش هم هست دی، سی، ام، میکرو که یونانی هستش، نانو و پیکو. پس اینا رو یاد گرفتی؟ من یه چند لحظه صبر میکنم رو اینا. اینا رو خوب ببینش، خیلی برام مهمه. دکا، هکتو، کیلو، مگا، گیگا، ترا. دسی، سانتی، میلی، میکرو، نانو، پیکو. خب اینا فوق‌العاده برامون مهمه. داریم نزدیک میشیم به اون روش جذابه که قراره بهت بگم.
یه سوال داریم توی کتاب درسیتون که به روش تبدیل زنجیره‌ای قراره حل بشه. یکای نجومی برابر میانگین فاصله زمین تا خورشید است که نوشته، خودش نوشته، یک AU میشه 1.5 ضرب در 10^11 متر. فاصله زمین یعنی منظومه شمسی تا نزدیکترین ستاره بعد از خورشید برابر 4^10^16 متر است. این فاصله بر حسب یکای نجومی چقدر است؟ حکمم چیه؟ حکم من اینجا چیه؟ چیو از من سوال میخواد؟ میگه این فاصله بر حسب یکای نجومی. خوب گوش کن. میگه این فاصله، پس من با این کار دارم. مگه نمیگه این فاصله بر با این کار دارم دیگه. مینویسمش، مینویسم 4^10^16. یکام چیه؟ متر. بر حسب یکای نجومی میخوام اینو مساوی قرار میدم. میگم دوباره 4^10^16 متر. دو تا ضریب یکام هم برای این وجود داره. یکیش میگم 1 AU به روی 1.5 ضرب در 10^11 m. این یکیشه. یکی دیگه چیه؟ 1.5 ضرب در 10^11 m به روی 1 AU. از کدومش استفاده کنم برای این؟ ها؟ از کدومش برای این استفاده بکنم که به دردم بخوره؟ ببین اینجا ام توی صورته، اینم امش توی صورته، پس به دردم نمیخوره. الکی نیام خودمو درگیر این بکنم. من از اولم میتونستم بگم آقا این امه باید تو مخرج باشه که با این امه ساده بشه. پس میشه 1 AU به روی 1.5 ضرب در 10^11 m. خب تموم شد دیگه. بذار من اضافاتو پاک بکنم. الان من خیلی راحت میتونم اینجا امم رو با این امه ساده بکنم. میمونه 4 به روی 1.5 ضرب در 10^16 تا توی صورت، 11 تام توی مخرجه. به صورت تقریبی برات مینویسم که میشه 2.6 ضرب در 16 تا بالا 11 تا پایین میشه 10^5 یکای نجومی. پس بر حسب یکای نجومی 2.6 ضرب در 10^5 ای. به صورت تقریبی برات نوشتم. این سوال از کجا اومده بود؟ سوال کتاب درسیت. اگر استادتون گفت این سوالو حل بکنید، من برات حل کردم. من برات حل نکردم که خوراک بهت داده باشم و دارم ماهیگیری رو بهت یاد میدم، دارم بهت میگم چجوری این عددا به دست اومد، این عدد و ارقام از کجا به دست اومد. بریم سراغ سوال بعدی. نوشته مسافتی را که نور در مدت یک سال در خلاء میپیماید یک سال نوری. مسافتی که در مدت یک سال، توی سال نهمتون یه چیزی راجع به تندی و عرضم به حضورتون که دلتا ایکس و زمان خوندین، تو این سوال کاربرد داره. یک سال نوری مینامن و آن را با نماد الوای نشان میدهن. اخترورش ها
دورترین اجرام شناخته شده از منظومه شمسی هستند و به عبارتی در دورترین محل قابل مشاهده کیهان قرار دارند. فاصله اخترورش ها از منظومه شمسی فاصله رو گفته اینقدر متر، 1 ضرب در 10 به توان 26 متر برآورد شده است. این فاصله را بر حسب سال نوری، بیان کنی. تندی نور در خلأ گفته. دقت کن. یه رابطه توی سال نهمتون خونده بودی که وی مساویه با دلتا ایکس به دلتا تی. من از این یه نتیجه میتونم بگیرم که دلتا ایکس یعنی مسافتم میشه وی دلتا تی. میخوام اون مسافته رو اول به دستش بیارم دیگه. دلتا ایکس هم دوباره مینویسمش. تندیمو داده 3 ضرب در 10 به توان 8 در زمان. زمانم چقدره بچه؟ نوشته مسافتی که نور در مدت 1 سال طی می‌کند. 1 سال رو ما باید حساب بکنیم که چقدر میشه. من 1 سال رو میتونم همین بالا هم برات حساب بکنم، ولی به خاطر اینکه همه منسجم باشن همین پایین برات مینویسم. اینجا با آبی برات مینویسم که بدونی. 1 سال مساوی میشه با 365 روز. درسته؟ هر روز چقدر؟ 24 ساعت. هر ساعت چقدر؟ 3600 ثانیه. از اینجا من میتونم عددی که مربوط به سال هستش رو به دست بیارم. که به صورت تقریبی من به دست میارم 3 ممیز 15 ضرب در 10 به توان 7 میشه. انقدر ثانیه. خب این الان به دست اومده، چه درد میخوره اینها دلتا تیم؟ 3 ممیز 15 ضرب در 10 به توان 7 به دست میاد. فاصله الان چقدر میشه؟ 3 × 5 = 15 × 3 = 3 × 4 = 9 ممیز 45 ضرب در 10 به توان 15. این که واحدش متر بر ثانیه بود، اینم ثانیه، پس اینجا متر به دست میاد. تا اینجا من چی رو به دست آوردم؟ فاصلم رو به دست آوردم. یعنی برگشتم گفتم آقا 1 سال نوریم انقدر متره. الان نیاز به چی دارم؟ چی رو میخواد اصلا از من؟ فاصله اخترورش ها از منظومه شمسی انقدر متر برابر. این فاصله بر حسب سال نوری. ببین خودش حکم میده سوال، مگه میشه حکم نده؟ میگه این فاصله بر حسب سال نوری. منم که اینجا به دست آوردم 1 الوای یعنی 1 سال نوری 9 ممیز 45 ضرب در 10 به توان 15 متر. حالا اینقدر فاصله رو میخواد، اینقدر متر رو میخواد. 1 ضرب در 10 به توان 26. با یه رنگ دیگه مینویسم که کامل آشنا بشه. 1 ضرب در 10 به توان 26. درست گفتم؟ بله. متر. ما چی میخوایم؟ ما میگیم بر حسب سال نوری میخوایم. پس اینو مساوی قرار میدم با 1 ضرب در 10 به توان 26 متر در
گفتم یک سال نوری میشه 9.45 ضرب در 10 به توان 15 متر. پس باید متر رو توی مخرج بنویسم. 9.45 ضرب در 10 به توان 15 متر یک سال نوری. تمومه دیگه. الان خیلی راحت متر با متر میره. من فقط باید 1 رو تقسیم بر 9.45 بکنم که میشه 1.05. ضرب در 10 به توان 26 تا بالا دارم، 15 تا پایین دارم که میشه 11. ضرب در 10 به توان 11. خب این هم از این. یه سری تبدیلی یکا داریم به خاطر اینکه بفهمیم چیه داستان. یک میکرومتر چقدر متره؟ یک میکرومتر چقدر متر؟ دو تا روش برات حل میکنم. روش اول، به روش تبدیل زنجیره‌ای. یک میکرومتر، یک میکرومتر دوباره می نویسمش در میکرومتر، قطعا باید بیاد پایین به خاطر اینکه می خوام سادهش بکنم. متر هم باید بره بالا. یک میکرومتر چند متره؟ کدوم بزرگتره؟ متره بزرگتره دیگه. اینم که 10 به توان 6، پس میشه 10 به توان منفی 6. 10 به توان منفی 6 متر. روش جذاب. روش رو گوش بده. دوست دارم باهات بازی کنم با روح و روانت بازی کنم. گوش بده ببین چی دارم میگم به. آقا میکرو مگه 10 به توان منفی 6 نی؟ میگم بله. امه مگه خود 1 نی؟ میگم بله. میگم اینا رو به صورت خط کسری بنویس. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که داری رو توی صورت بنویس، اون چیزی که میخواد رو توی مخرج بنویس. حالا چه اتفاقی میفته؟ 10 به توان منفی 6 به روی 1 میشه 10 به توان منفی 6. واحدم متر. این روش رو دقت کن، این روش خیلی قشنگه. این روش تستیته ها. یه موقع همکار عزیزم برگشت گفت به روش تبدیل زنجیره‌ای بری، از این روش نری یا این روش دوم روش تستیته که آقا اینی که میخواد توی مخرج باشه، اینی که داده توی صورت باشه. این روشه روش تستیه. خیلی باحاله، خیلی باحاله. یاد گرفتیش قشنگ؟ گوش بده. میگم اون چیزی که میخواد رو توی صورت بنویس. 10 به توان منفی 6 رو شاید سوال برات باشه از کجا آوردم. درست میگی. میرم بالاتر. ببین میکرو رو نوشتم 10 به توان منفی 6. دیدی؟ پس این جدوله گفتم برات مهمه. آقا اجازه؟ بله بفرمایید. متر مربع، سانتی متر مکعب، اینا بود چی؟ بازم این روش ها جواب میده. میگم بله. من به روش تسیم میرم، تو با روش تبدیل زنجیره اید حلش کن. اگه عدد دار بود چی؟ اینجا عدد دارم هست. ببین چی کار میکنم. کیلومتر مگه گفتم یه خط کسری بکش. کیلومتر مگه 10 به توان 3 نیست؟ میام می نویسمش. این 12، این سانتی متر چیه؟ 10 به توان 10 به توان منفی 2. تو جدول بود. اگه گیر افتادی برو جدولتو نگاه کن. 10 به توان منفی 2.
این 12 چی شد؟ 12 هم کارش دارم، 12 هم باید باشه، اینم 12ه، 12 ضرب در. آقا یه سوال، این مربع ها چی شد؟ مربع ها رو چی کار کنم؟ مربع ها رو کلن باید به توان 2 برسونی. یعنی چی؟ یعنی میای دور این دوتا یه پرانتز میکشی، این دوتا رو به توان 2 میرسونی. یعنی من داخل این الان چی دارم؟ یه 10 به توان 3 توی صورت دارم، یه دونه 10 به توان منفی 2 توی مخرج دارم. این اگه بره بالا میشه 10 به توان 5، با هم میشه 10 به توان 10. یعنی من کلن اینجا یه دونه 10 به توان 10 دارم. پس چی شد؟ شد 12 ضرب در 10 به توان 10. خیلی آسونه، خیلی آسونه این روش. ببین، این کیلومتر رو اومدم اینجا گذاشتم، سانتیمتر رو اومدم اینجا گذاشتم، به توان 2 رسوندم. به خاطر چی؟ به خاطر اینجا، اینکه اینجا یه توان 2 داشتیم، 12 هم که عدد ثابت هم بود درش ضرب کردم. بعدی و آخری، 36 کیلومتر بر ساعت رو میخواییم تبدیل کنیم به متر بر ثانیه. یادته اینو تبدیل زنجیره‌ای کردم، دو تا ضریب تبدیل نوشتم، ساعتاشو زدم، کیلومتراشو زدم با هم دیگه. اینجا دیگه نمیخوام این کارو بکنم. خب میخوام از روش خودم برم، میخوام تفاوت این دوتا رو خوب متوجه بشی. کیلومتر بر ساعت گفتم چیکار میکنی؟ خط کسری رو میکشی. کیلومتر 10 به توان 3، ساعت رو میخوام تبدیل کنم به ثانیه 3600. متر بر ثانیه چی؟ 1/1. جفتشون واحدن، جفتشون واحدن. پس این شد اینجا، اینم شد اینجا. چی دارم دیگه؟ یه دونه 36 دارم، 36 هم میارمش چون عدد ثابت همه، چون عدد ثابت همه کامل میارمش. الان دیگه چیکار کنم؟ الان دیگه کاری نباید بکنم که، الان فقط بشینم نگاه کنم و لذت ببرم که این سوال به همین راحتی داره حل میشه. 36 رو با 36 میزنم، پایین چی میمونه؟ 100 میمونه. 100 و دو تاشو با دو تای این بزنم، یه دونه فقط میمونه که این مساوی میشه با 10. به همین راحتی. بچه‌ها من سرفه میکنم، عذرخواهی میکنم، از بس داد میزنم یه ذره فشار میاد. یه سوالم نوشتم برای بچه‌هایی که توی خونه میخوان تمرین بکنن، سوال کتاب درسید. یه چند دقیقه وای میستم، اینو شما بنویسین، خودتون حل بکنین تا من یه خدافظی گرمی باهاتون داشته باشم. خب نوشتین؟ اسکرین هم بگیرین بچه، اوکیه. جلسه اولمون برگزار شد، خیلی خوشحالم که تونستم جلسه اول رو در خدمتتون باشم. خیلی خوشحالم که خداوند این توفیق رو به من داده که بتونم یک سال تحصیلی کامل در خدمتتون باشم، هم بچه های ریاضی، هم بچه های تجربی، هم آقا مهندس و خانم مهندس های آینده، هم آقا دکتر و خانم دکترهای آینده. انشالله بتونم که امسال خیلی خیلی کمکتون بکنم، با هم خیلی خوب پیش بریم، سوال بپرسین، جواب بدم، تمرینایی که حل کردین رو بتونین توی یه سامانه بفرستین، یه همچین کارهای قشنگ و جذابی با هم بکنیم که امسال انشالله بتونیم بهتر کنیم. خیلی ممنونم. من به همراه تمام همکارای پشت دوربین و پشت صحنه ازتون فعلا خدا نگهدار و فعلا بازم خدافظ شما.